دکتر عالی خانی، در ابتدا بفرمایید در مورد سابقه کتاب یادداشت های علم. ممکنه کسانی ندونن که این کتاب چگونه این یادداشت ها به دست شما افتاد و شما کار ویرایش اون رو بر عهده گرفتید. این یادداشت ها البته در اصل از اردیبهشت 1346 شروع شد، ولی ما جلد اولی که من ویرایش کردم مربوط به ماهای آخر 1347، به دلیل اینکه قسمت‌های اول یادداشت‌های علم در اختیارمون نبود و در بانکی که در سوئیس اینها رو نگه داشتن این بخش اول وجود نداشت. به همین دلیل من در جلد اول یادداشت‌های علم این رو توضیح دادم که قبل از این به تحقیق می‌دونم که یادداشت‌های دیگری می‌بوده. علتش هم این بود که خود علم دو یا سه بار برای من در تاریخی پیش از پایان 1347 دو سه بار برای من یادداشتایی که می نوشت خوند و در نتیجه اطلاع دست اول داشتم که این یادداشتا که ما جلد اول شروع کردیم کامل نیست. خوشبختانه چند سال پیش دختر مرحوم علم رودابه متوجه شد که در منزل خودش صندوقچه هست و کلیدش رو هم در یک جایی پیدا کرد و به خاطرش اومد که پدرش به او سپرده بود که این کلید یکی در نزد خود او خواهد بود و یکی هم در اختیار دخترش و پس از مرگش میتونه این رو باز بکنه. ولی این مدت رو جابجایی و همه این حرفا هم کلید رو گم کرده بود، هم صندوق در یک گوشه افتاده بود و فراموش کرده بود. اینها رو که چند سال پیش پیدا کردن، درش سه دفترچه بود و این سه دفترچه از اردیبهشت 1346 تا اون اواخر 1347 که جلد اول ما شروع میشه در اونجا بود، که البته اینها رو ما ناچاریم به عنوان جلد هفتم که در واقع آغاز کار بوده چیز بکنیم. ولی علم این یادداشت‌ها رو به تدریج میفرستاد به سوئیس و در اونجا به وسیله یکی از دوستان خیلی نزدیک او، آقای عظیمی، در بانک گذاشته میشد و در سالهای آخرش تقریبا هر هفته علم یادداشت‌ها رو به وسیله یک کوریر یا کسی که مطمئن باشه به سوئیس میفرستاد. در نتیجه همه یادداشت‌ها خارج از کشور بود و درباره‌اش هم عده خیلی کمی اطلاع داشتن. همین می‌خواستم پرسم، آیا شاه فقید اطلاع داشت؟ شاه کاملا، برای اینکه علم کاملا متوجه بود که برای پیشبینی هر نوع سوء تفاهمی بهتر است که خودش به شاه بگوید که این یادداشت‌ها رو می‌خواد بنویسه و از او هم اجازه می‌گرفت که بتوانه رونوشت بعضی از سندها رو نگه داره و با یادداشت‌هاش برای آینده بگذاره. به همین دلیل هم این سندهایی که ما در این جلدها می‌بینیم تمام به همین صورت بوده، بنابراین شاه کاملا از این قسمت اطلاع داشت، ولی از محتوای چیزی که علم نوشته اطلاعی نداشت. فقط علم به او گفته بود که فکر می‌کنه که این دوره یکی از درخشان‌ترین دوره‌های سراسر تاریخ ایران و حیفه که در آینده ندونند که تا چه اندازه شاه زحمت کشیده و با چه مشکلاتی روبرو بوده و کشور به جلو برده. خب دکتر علی خانی، چگونه میشه برای صحبت‌هایی که آقای علم کرده اعتبار قائل شد و مطمئن بود که این دقیقاً همون حرفایی بوده که شاه با آقای علم میگفته و علم اینا رو منعکس می‌کرده در یادداشت‌هاش؟ چون بعضیش واقعا باید حافظه خیلی قوی داشته باشه علم. کاملا، ولی حافظش که خیلی خوب بود، ولی به حافظش به هیچ وجه تکیه نکرده. من در این ورقه هایی که در پرونده این یادداشت‌ها وجود داره بارها دیدم که در یادداشتی که به طور خلاصه رؤوس مطالبی که میبایست خودش به شاه بگه بوده، که اینها رو گزارش صبح که به شاه میداده، در حاشیه همون به طور خیلی مختصر و تلگرافی
حرفای شاه رو نوشته. بعد وقتی که می اومد منزل در آخر شب بر اساس اون چیزایی که در اون یادداشت بود ورمی داشت نقل میکرد. بنابراین ممکنه که جمله به جمله به همون صورت نبوده باشه، ولی دقیقاً محتوا همونه. خب اهمیت این یادداشت‌ها رو شما به عنوان میراث‌دارش در چی میدونید آقای دکتر؟ اهمیت این یادداشت‌ها این است که شاه از پس از 28 مرداد و به خصوص پس از استعفای سبهبدزاهدی و دولت‌های بعدی به تدریج نفوذ فوق‌العاده‌ای پیدا کرد و با بالا رفتن قیمت نفت هم شاه نفوذ خودش را بیشتر کرد و از او به عنوان یه عاملی برای اینکه توجیه بکنه که او بوده که باعث این موفقیت‌ها شده و بنابراین حق داره که اختیارات بیشتری داشته باشه استفاده کرد. و در نتیجه بسیار مهمه که انسان از نظر تاریخی بدونه که این مرد که بیش از هر کسی در سرنوشت کشورش مؤثر بود روز رو به چه صورتی میگذرونده، چگونه فکر میکرده، با چه مسائلی روبرو میشده و چه راهحلهایی برای اون در نظر میگرفته. و تنها کسی که میتوانسته این کار بکنه علم بوده که هر روز او رو نه فقط اول وقت به عنوان وزیر دربار میده و گزارش های کارش میاده، بلکه در روز چندین بار اینها با هم تلفنی صحبت میکردن، همدیگر میدیدن، بسیاری اوقات نهار یا شام باز با هم بودن. بنابراین هیچ کس به اندازه علم شاهد تحولات فکری شاه و واکنش او در برابر مسائل مختلف نبوده. خب دکتر عالی خانی، یکی از صحبت‌هایی که همیشه در مورد شاه میشه میگویند که شاه رهبری بود که به خصوص در اواخر سلطنتش از خارجی‌ها رهنمون می‌گرفت. ولی با مراجعه به کتاب علم می‌بینیم که شاه در واقع کسی بوده که از کشورهای خارج می‌آمدن و از اون رهنمون می‌گرفتن. می‌خوام به یکی دو مورد اشاره کنم و بعد شما نظرتون رو بیان کنید. سوم فروردین 1355 میگوید عصری نلسون راکفلر وارد شد، معاون آقای فورد رئیس جمهور وقت. شاهنشاه به او خیر مقدم گفتند و فرمودند ما دوستانمان را نگاه می‌داریم. بعد راجع به روابط ایران و آمریکا صحبت فرمودند که در اوج خود است. هنگام بررسی وضع آفریقای سیاه با توجه به نفوذ شوروی و کوبا، شاه به راکفلر می‌گوید باید راه و رسم خود را عوض کنید، یا از عهده برمیایید که با قدرت و زور ریشه نفوذ شوروی را در آفریقا بکنید، آن وقت عمل کنید. ولی وقتی از عهده بر نمیایید ناچار باید سیاست دیگری اتخاذ کنید و آن هم طرفداری از سیاه هاست. و بعد همین موضوع رو شاه یادآور میشه در نامه‌ای که به جیمز کالاهان مینویسه که من به راکفلر چی گفتم و آقای کالاهان پاسخ میداد که باید منتظر باشیم ببینیم آمریکایی ها چگونه این رو اجرا میکنن. بعد یک مراسله دیگه ای بوده، 5 اردیبهشت 1355 آقای علم در کتاب نوشتند سر آنتونی پارسونز سفیر انگلیس، کسی که میگویند در ایام انقلاب همراه با سالیوان مرتب به کاخ نیاوران میرفته. پارسونز سفیر انگلیس استدعای شرفیابی کرده بود که در مورد خرید اسلحه از طرف عراق از انگلستان کسب اجازه کند. فرمودند بیاید. بعد در پرانتز نوشته سیاست شاهنشاه موافق این کار است که عراق تمام متکی به شوروی باقی نماند. در مورد شاه صحبت کنید و سیاست خارجی و اینکه چگونه شاه با کشورهای خارجی همکاری داشت و چگونه با اونها صحبت میکرد با رهبران خارجی. اولین نکته که من باید حضورتون عرض بکنم این است که شاه به تحقیق خارج از هر گونه فشار وقتی آزادانه فکر میکرد مردی بود ملی و به شدت تعصب ایرانی داشت. در این مورد هیچ گونه تردیدی من ندارم و تمام کسانی که از نزدیک با او آشنا بودن این حرف من رو تأیید میکنم. به همین دلیلم در تمام فرصت هایی که میتوانست سیاست ایران رو تنوع بیشتری بهش بده استفاده میکرد و این کار رو انجام میداد.
سیاستی که ایران از دهه 60 در مورد بلوک شرق و به خصوص خود شوروی در پیش گرفت بسیار موجب نارضایی آمریکا و شاید هم بعضی کشورهای غربی دیگر بود و در آرشیو سفارت آرشیو آمریکا در واشنگتن نامه‌هایی که از سفارت آمریکا میاد کاملا نشون میده که اون چیزی که از نقطه نظر روابط با بلوک شرق میگذشت به هیچ وجه مورد رضایت به هر حال سفیر کوتاه فکر وقت نبوده و انتقاد میکردن اینها. بنابراین این تصور خیلی ساده لوحانه که شاه مملکتی فقط نشسته که چی بهش دستور میدن به کلی غلطه. سفیر کوتاه فکر وقت هر کسی، حالا اسمش نمیخوام چیز بکنم چون اتفاقا نفر بعدیشون که اومده بود فهمیده بود که هیچ ایرادی نداره این کاری که اینا میکنن حالا. ولی چیزی که در این میان اتفاق افتاده این بود که شاه به همراه این روحیه خیلی کاراکتر قوی نداشت. یعنی اگر در برابر یک فشار بیش از اندازه قرار می گرفت از خودش مقاومت زیادی نشون نمیداد و این هم روی شاید یک مقداری ضربه روحی است که در مرحله اول در 1320 خورد که دید که پدرش را از ایران عملا تبعید کردن و حتی صحبت این بود که به پادشاهی پهلوی خاتمه بدن و اینها. ولی به هر حال اون که درست شد این بیدلیل، ولی میگم سابقه شاید از اونجا بیشتر شروع بشه، همیشه نگران انتریگ خارجی ها بود. بعد هم که جریانات نفت و 28 مرداد پیش اومد و این از عجایبه، برای اینکه واقعا 28 مرداد میتوانم من بگویم 95% یه مسئله داخلی بود، به این ترتیب که ارتشی ها به شاه وفادار بودن و میخواستن پشت او باشن و طبقه متوسط شهرنشین مملکت هم وحشت زده شده بود از لجان گسیختگی دست چپی هایی که تظاهر میکردن و به هر حال همه جا رو شلوغ کرده بودن. بنابراین 28 مرداد این ریشه داخلی رو داشت، ولی شاه ترجیح میداد که از خارجی ها بابت اینکه اونها هم پشتیبانی کردن، که میگم پشتیبانیشون اونقدر در واقع معنی نداشتش، ولی پشتیبانی کرده بودند، حاضر بود از اونا سپاسگزاری بکنه ولی از ملت خودش سپاسگزاری نکنه، در حالی که برعکسش بوده. و از یه همچین نقطه ضعفی طبیعی است که خارجی ها هم استفاده میکردن. خارجی ها هم که میگیم در مرحله اول آمریکا و تا حدودی هم انگلیس بوده، چون کشورهای دیگر اروپایی همچین نفوذ عمیق و تاریخی در ایران نداشتن، به اونها هم زیاد توجه نمیشد و این یه بدبختی بوده. ولی از این گذشته یک مقدار از دوره قاجار به بعد هنوزم در بین کسان از همسنای خود من عده زیادی هستن که خیلی راحت تمام مسائل ایران ره و تحولاتی که شده یا انقلابی که در ایران رخ داده خیلی راحت میگویند که اینها ره خارجی ها انجام دادند و حتی اشاره میکنند که مثلا 5 نفر از آیت الله های بزرگ ایران جاسوس کی‌جی‌بی بودن، که خب این حرفا مسخره است و این طور طرز فکر و این طور تجزیه تحلیل سیاسی شما رو به هیچ جا نمی‌رسونه و گمراهتون می‌کنه. و یه مقدار گمراهی شاه در مورد سیاست خودش هم همین بود که به سیاست خارجی توجه داشت، در حالی که اون چیزی که مهم بود برای مملکت سیاست داخلی بود. در رابطه با مخالفت که می‌فرمایید در صفحه 68 کتاب می‌خونیم که می‌گوید از قول شاه جبهه ملی، جبهه آزادی، حزب توده، روزنامه‌های ملی تمام و تمام نوکر خارجی و عوام فریب بودند. بعد مخالفین مذهبیش خودش هم مارکسیست‌های اسلامی بیشتر می‌دونست که از روسیه الهام می‌گیرن. بعد علم به شاه گزارش میده که در دانشگاه پهلوی ده ها دختر چادری رو دیده، که شاه میگه دیگه آخوندی نیست، ولی علم میگه روحیه آخوندی هنوز هم هست. چرا واقعا انکار میکرد شاه وجود این مخالفت های مذهبی رو که بعد هم میبینیم
سفارت آمریکا آقای دکتر علی خانی به شاه هشدار میده زمان سالیوان یک شنبه 8 خرداد 56 عرض کردم از عریضه جیمی کارتر بسیار خوشم آمد، کم کم سر حال می آید و آدم می شود. این نامه در غیبت 3 روزه من در شمال رسیده بود که اینجا می گذارم. فرمودند خب چاره ای ندارند، به این جهت که به این جهت در کارها عجله می کنم. فرمودند از حرفهای سفیر جدید آنها که در ایران گروه اپوزیسیون مذهبی است خیلی تعجب می کنم. شاه می گوید آیا مارکسیست های اسلامی را می گوید؟ اینها که کمونیست هستند. عرض کردم خیر، چنان که مکرر عرض کردم به طور قطع اینها با آخوندها در ارتباط هستند. هر قدرت بزرگی که به یک صورتی میخواهد انگشتی در کار ما داشته باشد، آنچه سابقا انگلیسی ها میکردن حالا آمریکایی ها میکنند و مقداری هم روس ها. کاملا این نمونه اون چیزیست که در اون زمان اتفاق افتاد و شاه تمام توجهش به سیاست خارجی بود. در مورد سیاست داخلی برای خودش یک چیزی رو روشن کرده بود و اونم این است که دهقانا راضی هستن، شهرنشینان و صاحبان صنایع راضی هستن و غیره، و بنابراین بعد کشورم داره روز به روز میره جلو، بنابراین جایی برای شکایت ندارن و اگر کسی شکایت میکنه یا کج فکره یا آلت دست خارجی ها. باز دو مرتبه برمیگشت به همون مسئله اول و این اصلا باور نکردنیه، برای اینکه با اینکه چندین بار شاه متوجه شد که در داخل هم یک خبری هست و باید به یک صورتی به خواستای مردم توجه بکنه، ولی باز یادش میرفت، باز دو مرتبه همون شروع میشد. مثلا وقتی که اومد کمیسیون شاهنشاهی رو درست کرد برای اینه که بگه که من مسئول وضع بد نیستم، ولی البته اگه وضع خوبی وجود داشت اون فقط او بود، کس دیگه ای نبود، و اومد کمیسیون شاهنشاهی که اصلا برعکس رژیم رو ضعیفتر و متزلزلتر کرد، اون رو ایجاد کرد. بنابراین تا آخر اطلاع نداشت. من از چند نفری که در همون ماهای اول انقلاب، یعنی در شهریور و مهر ماه سال 1357 حضور اعلیحضرت رفته بودن، دست اول من این رو شنیدم که شاه به کلی متعجب و ناراحت بود و در یک مورد میدونم که تقریبا حالت گریه بهش دست داده بود و به طرف گفته بود که اینا چی میخواه، اینا از کجا اومدن، یعنی هیچ فکر نمیکرد چون مطمئن بود که مردم پشت سرشن و این براش هیچ جای تردیدی نبود. و تراژدی ما هم این بود که کسانی هم که میبایست بهش اطلاع بدن یا نمیدادن، در یه چند مورد هم که من میدونم کوشش کردن که اطلاع بدن، شاه خیلی برافروخته شد و به اونا گفت که شما متوجه نیستید که کشور چقدر ترقی کرده، برید اینا رو بخونید و یاد بگیرید. آیا میتوان گفت آقای دکتر علی خانی که علم پرجرأت‌ترین سیاست مرد بود در اون دوران که میتونست این حرفا رو با شاه در میون بذاره؟ میتونست بزنه، ولی خود علم هم در دهه 60 نه فقط اون موقعی که خودش نخست وزیر بود، بلکه سالهای بعدش هم که مدتی کار رسمی، یعنی رئیس دانشگاه پهلوی بود و بعدش هم وزیر دربار شد، در دهه 60 با شاه خیلی راحت‌تر میشد صحبت کرد تا در دهه 70. هنوز قیمت نفت بالا نرفته بود. این نفت یکی از بلاهای نه فقط اقتصاد بلکه سیاست ایران هم بوده، هنوز هم هست. هنوز هم این برنامه های عوام فریبانه ای که انجام میدن و پول مملکت رو واقعا هدر میکنن، برای اینه که این پول دارن فکرم میکنن که این ابدیه و باهاش میتونن هر کاری رو بکنن و به خصوص امکان عوام فریبی بهشون میده. شاه واقعا از موقعی که این درآمد نفت رفت بالا اصلا تصور میکرد که این فقط خودش بوده که این کار کرده، هیچ دلیل دیگری نمیتونه وجود داشته باشه. خب ولی نمیشدن بهش یادآور کسی که خب آقا کویت و ابوظبی و عربستان و سعودی هم دارن، اونا مدیون کی هستن؟ و ولی در دهه 60 میشد باهاش خیلی راحت صحبت کرد. من یک مرتبه در همون دهه 70 که خودم دیگه کار خصوصی میکردم با علم صحبت میکردم و یه موردی رو یادم نیست چی بود که بهش گفتم که باید به این چیزها توجه کرد و این خیلی وخیمه
و اینطوری نمیتونه ادامه پیدا بکنه و چرا شما اینا رو به شاه نمیگید؟ برگشت من گفتش که این شاه عیناً به همین صورت، این جملهش بود، گفت فلانی این شاه اون شاهی که تو میشناختی نیست. به عبارت دیگر خود علم هم با توجه به اینکه اونقدر به شاه نزدیک بود، با توجه به اینکه از همه اونا خودش مسئولتر میدونست برای اینکه به شاه حقایق رو به اون صورتی که خودش میدید بگه، او هم دیگه اون جرأت دهه 60 نداشت. آقای دکتر علی خانی، در کتاب یادداشت علم به خیلی از نقاط قوت و ضعف شاه خواننده پی میبره. بعضی ها معتقدند که انتشار این کتاب آب در هاون هیئت حاکمه فعلی در ایران ریختن بوده و کمک کرده به اونها که بیان و نقطه ضعف‌های شاه رو بیشتر به رخ مردم بکشن. هنوز بعد از 28-29 سال میبینیم که آقای خامنه‌ای و بقیه رهبرهای کشور همش در نطخاشون اشاراتی گریزهایی میزنن به دوران پهلوی. در این مورد نظرتون چی؟ آیا آب به هاون آخوندها ریختن بوده؟ ابدا. به خاطر اینکه یک، مردم ایران حق دارند و میبایست تاریخ خودشون رو بدونن تا احیانا اشتباهات گذشته رو تکرار نکنیم، از خودکامگی جلوگیری بکنیم، نگذاریم یک نفر به میل خودش سرنوشت کشور رو در دست بگیره، چنان که متاسفانه الان هم شاهدش هستیم. و بنابراین واقعیت اون چیزی که به سر ما اومده دانستن از ضرورت هاست، ولی اینی که بگویند که این باعث میشه که از این بتوانند در نظام کنونی ایران استفاده بکنن، من چندان مطمئن نیستم، به خاطر اینکه این نظام تبلیغاتی که در مورد نظام گذشته کرده همراه با مقدار زیادی دروغ بوده. در اینجا شما با یک شاهی روبرو میشید که بارها این رو تو این صحبت‌ها یا اقدامات و دستوراتی که داده با یک آدم که تعصب ایرانی داره و میهن پرسته روبرو میشید. گفتم ممکنه که وقتی با فشار روبرو میشد عقب نشینی میکرد، ولی نزد خودش یک مردی میهن پرستی بود و در هر موردی هم که توانسته بود که از حقوق ایران دفاع بکنه کوتاهی از این کار نکرد. گرفتاری شاه این نبود که میهن پرست نبود، خیلی از این کسانی که امروز سرکار هستن میهن پرستر بود، من در این تردید ندارم. بله. ولی چیزی که وجود داشت امکان مشارکت به بقیه نمیداد که با حقایق درست روبرو بشه و این اون نقطه ضعف ما بود. ما از نقطه نظر اجتماعی پیشرفتایی که کرده بودیم نمونه بود. ایران تنها کشوری بود که آنچنان آبرویی برای خودش ایجاد کرده بود که اتباعش وقتی که می‌خواستن به اروپا برن تقریبا هیچ کشور اروپایی ویزا از ایران نمی‌خواست و قرار بود ویزای آمریکا هم لغو بشه. تازه ویزای آمریکا هم اتوماتیک به هر کسی 4 ساله میادن. درسته. خب این آبرویی بود که شاه برای کشور کسب کرده بود. بعد از هر نظری ما جلو می‌رفتیم. بر کدومی که از رهبرای امروز مثل او ناراحت میشن که در مملکت تورم ایجاد شده، رشد اقتصادی زیاد نیست. من اینه به خوبی در دهه 60 به خاطر دارم. 0.5% تورم، یعنی واقعا شما احساس میکنید که شاه شب خوابش نمیبره، در حالی که امروز ماشاءالله با تورم بالای 20% میسوزن. خیلی از خودشون متشکرم. و یکی از نکات جالب در کتاب اینه که شاه همیشه دوست داشت که در ایران باران بباره و از علم سوال میکرده میزان بارش باران در نقاط مختلف کشور رو به خاطر کمک به زاره. مسئله آبادانیه. این کمپلکس همه ایرانی هست. همه ایرانی ها وقتی بارون میاد خوشحال میشه. ولی آقای دکتر علی خان، اون موقع که ما در ایران بودیم اطلاعی نداشتیم از این علاقه شاه به اینم بوده. آقای دکتر علی خانی، چندین ایمیل دریافت کردیم، یکی از اونها رو با شما در میون میذارم. مهدی از کرج نوشته آیا یادداشت های علم چاپ ایران در نشر معین سانسور شده یا نه؟ اگر شده تا چه حدی؟ یک مقدار سانسور، حالا یا خود ناشر متوجه شده که چیزایی رو حذف بکنه. مثلا در جلد اول دو نکته جالب توجه برای من این بود که در یک صفحه علم اشاره میکنه که فلسفی که اون زمان
یکی از خطبای مشهور شهر بود، توقیفش کرده بودند و او در زندان به علم پیغام میده که هم مشروب احتیاج داره هم تریاک و علم هم براش میفرسته و خب این تیکر اینا حذف کرده بودن برای اینکه بعداً فلسفی هم مثل بعضی اشخاص دیگر تبدیل به قهرمان شده. یا اینکه در همونجا در یک پانویسی من قید کرده بودم که در هنگام رفرم ارضی زمین‌های آستان قدس را بین کشاورزان توزیع کردند و پولش رو در اختیار آستان قدس گذاشتن که بره جای دیگه سرمایه گذاری بکنه. ولی پس از انقلاب اون پول که سر جای خودش بود، ولی اومدن این زمین‌ها رو از دهقانان پس گرفتن و بهشون قول دادن که در جای دیگری به اونها زمین خواهند داد، که البته جنبه مطلقا تعارف داشت. اینها رو از جلد اول حذف کردن. در جلدهای بعدی هم شاید یه چیزهای خیلی کوچکی رو حذف کردن، ولی روی هم رفته باید بگم که بیشتر از 99%ش دست نخورده. بله. سوال دومی که شده، فرهاد میگوید آیا این کتاب در اینترنت در دسترس می باشد؟ از کجا می توان آن را تهیه کرد؟ امیدوارم وقتی جلد هفتم تموم شد بتوانیم یه ترتیبی برای این بدیم که واقعا روی اینترنت هم بتوانند همه ایرانی ها، به خصوص اونهایی که در داخل کشور هستن، از این استفاده بکنن، ولی هنوز به اینجا نرسیدیم. دکتر علی خانی، اشاره کردید به پانویس ها. وقتی این کتاب آدم میخونه میبینه در پانویس ها چقدر تحقیقات گسترده ای شما انجام دادید، بعضی اشتباهات علم رو تصحیح کردید و مثلا فرض کنید در یکی از این پانویس ها میگویید شاه هرگز میانه خوبی با احمد قوام السلطنه نداشت و همواره میکوشید نقش بی گفتگوی او را در تخلیه ایران از نیروهای شوروی پس از جنگ جهانی دوم و آزاد شدن آذربایجان ناچیز بشمارد. در نوشتن این پانویس ها چقدر آیا به شما کمک شد؟ چون بعضیا واقعا باید اطلاعات خیلی گسترده شما داشته باشین که بتونید همه این نکات رو بازگو بفرمایید در پانویس. فکر کنم پانویس خودش یک کتاب میشه گاهی اوقات. ادعای دانش گسترده نمی کنم، ولی تا اونجا که تونستم به عقلم رسیده دقت کردم و احیانا به سندهای مختلفی در آمریکا و انگلیس مراجعه کردم. از این گذشته با کسانی که دستن در کار بودند، من گاهی وقتی ساعت‌ها نشستم صحبت کردم، شاید نتیجه تمام اون صحبت‌ها به صورت دو سطر باشه. فرض کنید با پروفسور عباس صفویان که پزشک معالج شاه بود و دوست من از زمان دانشجویی هر دوی ما هست، من 4 جلسه که هر جلسه 1 تا 2 ساعت بود فقط درباره بیماری شاه صحبت کردیم، که همه اینها فقط به صورت چند سطر در اومده، ولی تقریبا مطمئنم که اون چند سطر درسته. و همچنین فرض کنید با جمشید آموزگار یا با دکتر پرویز مینا یا با دوستم که در واشنگتن نجم آبادی و اشخاص دیگر، یعنی تقریبا هر کدوم از دستن در کارانی که میشناختم، با اینی که خودم هم اطلاع داشتم راجع به اونها، ولی با اونها هم 2 مرتبه گرفتم نشستم این مسائل دقیق‌تر بهش توجه کردم و بعدم تا اونجایی که توانستم کتاب ها و سنت های مختلف با سعی کردم با دقت بخونم. خب یکی از انتقادات شاید بهش اسمشو گذاشت که از شما به عمل میاد اینه که چرا به زندگی خصوصی شاه پرداختید، به ویژه در این جلد ششم خیلی اشارات زیادی هست به زندگی خصوصی شاه. واقعا آیا ذکر اینها برای آیندگان ضروری بوده که بدونن شاه چه زندگی چگونه زندگی خصوصی داشته؟ اولا من به زندگی خصوصیش نپرداختم، علم پرداختم. بعد شما بازگو کردید. من بازگو کردم و علتش هم این است که این خیلی جالبه که ما ببینیم یک نفر که میخواد به تنهایی همه کارها رو خودش کنترل کنه و وارد تمام جزئیات بشه، و اون وقت این آدم مقدار وقتی که در روز داره چقدره و این ساعت روزش به چه صورت میگذره؟ آیا با توجه به تمام این چیزهایی که این وسط اتفاق میفته، آیا میتونه
وقت کافی داشته باشه که به جزئیات وارد بشه، یا فقط حقش این بود که به کلیات میپرداخت و در اون مورد هم از مشارکت مردم و افکار دیگر استفاده میکرد. این دلیل اولشه. مسئله دوم این است که این ده چون علم نوشته، من البته نمیخواستم جنبه زننده‌ای پیدا بکنید، به همین دلیل توی بعض وقتا یه نقطه چینایی گذاشتم که حالت زننده چیز از بین ببره. ولی شاید ما ایرونی ها یه مقدار بیش از اندازه از خودمون میخواییم پرهیزکاری نشون بدیم. در خارج اینطور نیست. شما امروز درباره آقای کلینتون خیلی راحت این چیزها رو میتونید همه جا بخونید، هیچ کس هم ایرادی نمیگیره. یا در اروپا هم از آقای ژیسکار دستان گرفته تا میتران، همه این حرفا خیلی روشنه، ولی کسی اینها رو به صورت چیز اصلی حساب نمیکنه. یعنی واکنش ما یه مقدار خواهم گفت واکنش ریاکارانه است. بله. فکر کنم چیز مهمی نیست. خب این نقطه چین ها هنوز خیلی معتقدن که شما با گذاشتن این نقطه چین ها ایده رو باعث شدین که ایده در آتش کنجکاوی هنوز دارن میسوزن. آیا الان موقعی اون هست که بعضی از این نقطه چین ها رو واقعا بگیم؟ ببینید این نقطه چین ها که اولا هیچ وقت بیشتر از یک سطر یا حتی چند کلمه نبود، هیچ وقت، ولی یه مقدارش رو مسائلی بود که مثلا علم درباره خود زندگی خودش و خانومش میگفت. بله. که تا خانومش زنده بود من نمیخواستم این زن بیچاره رنج ببره که مثلا علم میگه که من با این بهش علاقه ای ندارم فرض کنم. بله. بعد از فوت بانو علم شما کمتر دیدید که متوجه شدید این خودتون. بله بله. برای اینکه نمیخواستم بعد خانم علم هم خدا رحمتش بکنه، ولی به من چندین بار گفت هر چی تو عقلت میرسه و میخوای بنویس من اهمیت نمیدم. ولی خب به هر حال من واقعا دلیلی نمیدیدم. اما میگم این صحبت چند کلمه است یا یک سطره، هیچ وقت بیشتر از اون نبوده. در بعضی از جلدها راجع به سیاست خارجی که صحبت میکنه اونجا نقطه چین گذاشتن به خاطر اینکه فرض فرمایید شروع کرده به اینکه الان آمریکایی‌ها در ویتنام چیکار میکنن. خب این اصلا انترسان برای کسی نیستش که بخواد بخونه که در ویتنام 1969-1970 در جنگ چه میگذشته و اینا. این اون تیکا چیز بوده، من اونا رو گذاشتم کنار. فکر کنم نه چیزی هست مگه؟ نه. نه. هیچ ناگفته‌ای نیست که الان بخواید. نه واقعا میتونم به جرئت بگم که کسی که این کتاب میخونه اگر اون نقطه چینا رو هم اضافه بکنیم چیزی در واقع اضافه نمیشه. میشه. البته خب بعضی موقع آقای دکتر علی خان ببخشید که اصرار میکنم در این مورد، بعضی موقع مثلا شما نوشتین خانم دال همراه با فلان شخص به فلان جا رفتن، ایده ممکنه بگن خب این خانم دال ممکنه اون خانم باشه که من میشناسم، یکی بگه نه اون خانم داله. بنابراین یه ایده حالت شک و تردید. نمیخواستم از اون بیشتر بگذارم به خاطر اینکه اون شخص میتونه شکایت بکنه. آها. در صورتی که خانم دال شاید یه 200,000 تا خانم دال وجود داشته باشه دیگه گرفتاری نداره. بله. و بعدم اون کسانی که وارد باشن تقریبا حدس میزنن که کیا میتونن باشن. ولی خب دکتر آریخانی در مورد بیماری شاه صحبت کردیم، این به صورت یک راز مملکتی نگاه داشته میشد و حتی پیش خدمت مخصوص شاه در یک مقطع زمانی اشتباه میکنه و فکر میکنه اون قرصی که در روش شیشه هست اون قرص رو باید دوباره سفارش بدن، ولی قرص واقعی چیز دیگه بوده. درسته. در این مورد صحبت کنین بیشتر. هیچ کس خبر نداشته از جمله علم مطلقا نمیدونسته شاه چشه. و شاه هم نمیدونسته که علم چشه. شاه میدونسته. ولی چون ازش خواسته بوده که گزارش دکترا رو برای من بیار. تو این یادداشتم هست. درسته. ولی علم نمیدونسته شاه چشه. و این موضوع کاملا محرمانه نگه داشته بودن. یعنی به این صورت که در مرحله اول ایادی متوجه میشه که خودش نمیدونه شاه چشه، ولی متوجهه که این یه بیماری داره که ایادی از اون سر در نمیاره، چون پزشکی مخصوصی شاه که سواد خیلی کمی داشت، خیلی آدم بی سوادی بود، ولی خب پزشک مخصوص شاه. و بعد میخوان یه دکتر دیگری بیاد. خب اون وقت پروفسور صفویان انتخاب میکنن که دکتر خیلی برجسته ایه. بله. و او وقتی میاد میبینه متوجه میشه که امتحان
آزمایشگاهی خیلی دقیق احتیاج داره و خیلی نگران میشه چون احساس میکنه که این چیز طبیعی نیست کاملا. و بنابراین تصمیم میگیره با استادای خودش در فرانسه تماس بگیره که نقش اصلی پروفسور ژان برنار بازی میکرد که یکی از بزرگترین کارشناسای بیماری های خونی در جهان بود، برای اینکه بعضی از کارهای ژان برنار شهرت جهانی داشت. با او و بعدم پروفسور میلیز با اینا تماس میگیرن و یک چیز دستیار آزمایشگاهی داشت ژان برنار به نام فلاندرن و اونم همراه خودش میاره و اینها نمونه خون شاه همه چیزا رو میگیرن و میبرن به پاریس و بعد صفویان رو به پاریس صدا میکنن و بهش میگن یه همچین جریانیه. بله. و مطلقا به کسی نمیگن و ایادی هم گفته بوده که مبادا این رو به شاه بگید، برای اینکه شاه آدم وسواسیه، اگر این رو بفهمه خیلی ناراحت میشه. تا دو سال اینو نمیگن، تا موقعی که اولیا حضرت میرفتن به اسپنز، موقع برگشتن در پاریس قرار میشه که اونجا برن با صفوی و ژان برنار و میلیز اونجا حضور اولیا حضرت و بهش بگن. و اولیا حضرت هم این راز رو پلوی خودش نگه داشت و خیلی هم اون دکترهای فرانسوی تحت تاثیر قرار گرفته بودن، برای اینکه وقتی همه توضیح داده بودن گویا اولیا حضرت که عشق هستش سرازیر میشه و بعد معذرت خواهی میکنه و پاک میکنه و میگه نه فراموش کنید، من از این به بعد به حرفای شما توجه میکنم و هیچ اتفاقی نیفتاده و مطمئن باشید به کسی میگم و حتما میدونیم به کسی نگفته. بله. تا موقعی که اون ماهای آخر مثل اینکه شاه متوجه شد که بهش راست چه نگفته، ماهای انقلاب. بله. که دعواش هم مرتب نمیخوردش، گفته بودن این دعوا و صفویان به من میگفت اگر اون دعوا به صورت مداوم و مرتب خورده بود و اتفاقی این وسط ها نیفتاده بود احتمالاً سالهای بیشتری زندگی میکرد. بله. خب یکی از ایراداتی که به شاه وارد میشد این زیاده روی های اعضای خاندان سلطنت بود، خواهران، برادران و خیلی از در خیلی جاها میخونیم که شاه هم ناراحت بود از این وجود این زیاده خواهی. در گوشه ای از کتاب یادداشت های علم 15 مرداد 55 به علم میگوید اینها هیچ فکر مرا نمی‌کنند، هر کس به فکر خیش است، غافل از اینکه اگر وضع من درست نباشد اینها هیچند. واقعا اعضای خاندان سلطنت چه نقشی داشتند در این نارضایی‌های اون یکی دو سال آخر؟ کم، اطرافیان شاه بیشتر بودند. یعنی یه آدمایی فرض کنید مثل امیر هوشنگ دولو یا چند نفر دیگه که چون زنده هستن اسمی نمیخوام ببرم. بله. اینها بسیار اثر منفی بیشتری داشتن و پولایی هم که اونا میساختن هیچ قابل مقایسه با چیزای اعضای خاندان سلطنت هم کار بیرویه ممکن بود بعضیشون. بله. درخواست میکردن، همشون نه، بعضیشون درخواست میکردن، ولی اون شاه خیلی عجیبه، راحت‌تر میتونست جلوی اونها رو بگیره یا به علم بگه به فلانی نامه بنویس، علم هم نامه بنویسه که یه کمی اونها از یاد رویاشون بکاهند، ولی راجع به دوروبری های دیگر خودش هیچ وقت هیچ چیز نکرده و این از عجایب. یکیشون ایادی، ولی هیچ وقت اقدامی به عمل نمیاره تا اون ماهای آخر که داره. اون اعضای خاندان سلطنت از هر گونه معامله منع میکنه. خب ببینید همه اینا یه کارهای سطحی و چیز بود دیگه. اگر یک کشوری روی مقررات و قانون پیش بره و اعضای خاندان سلطنت چیکار میتونستن بکنن اگر ما قانون داشتیم تو کشور؟ این گرفتاری ما گرفتاری نداشتن نهاد درست حسابی بود، یعنی نهادهایی که رضا شاه درست کرد، پوستش درست کرد که باید حالا بهش محتوایی میدادیم، ما نه فقط محتوایی به اون ندادیم، پوسته ها رو هم از بین بردیم. یعنی شما اومدید جلوی وزارت دادگستری سازمان بازرسی شاهنشاهی درست کردید، نهاد موازی، نهاد موازی که اون بی آبرو بکنید بدون اینکه این بتونه کاری انجام بده. یا کمیسیون شاهنشاهی یه نمونه مسخره از اون چیزی بود که باید پارلمان کشور باشه. بعد اون وقت اونجا میومدن از وزیر بدبخت یک سوالاتی میکردن که مطلقا بی ربط بود. بله.
آقای علی خانی وقتی زیادی نداریم میخوام چند تا تلفنم بگیریم. خاتون از نروژ میگوید از دید اسدالله علم جیمی کارتر چگونه برخوردی در ارتباط با سیاست شاه داشت؟ اینها هم علم هم شاه اینها همه طرفدار جمهوری خواه بودن و از کارتر به خاطر صحبت در مورد حقوق بشر و اینها خوششون نمی اومد. ولی در عمل وقتی که ونس اومد به ایران متوجه شدن که با یه آدم های خیلی معقولی روبرو هستن و خود کارتر هم که اون شب نوئل معروف در ایران گذروند خیلی هم رابطه خوبی داشت. ببینید این افسانه ای که ما درست کردیم که انقلاب ایران به خاطر کارتر بوده این روایت بگذاریم کنار فراموش کنیم. اونها هیچ نقشی نداشتن. هر اتفاقی افتاده مسئولش خودمون بودیم ولاغیر. آقای علی خانی آیا شما فکر میکنید که اجتماع ایران به طور کلی در سالهای 50 آمادگی برای یک دموکراسی را داشت؟ دموکراسی خوشبختانه یا بدبختانه از اون کلمه هایی است که خیلی آب درش میره و شما لازم نیست که دموکراسی سوئیس یا انگلستان داشته باشید. به مردم حق مشارکت بدید، به روزنامه ها اجازه بدید که اون چیزی که دیدن بنویسن. بله. اگر هم واقعا خیلی ناراحتی هستید ببریدشون دادگاه ببینید دادگاه چی میگه، ولی بذارید حرفشون رو بزنن. به هر حال راه میافتاد. یعنی بگم تا اون شرایط ایران اولا ما امکان دموکراسی داشتیم. به چه دلیل؟ هندوستان میتونه داشته باشه ولی ایرانی که طبقه تحصیل کردهش و درصد باسوادش خیلی بیشتر از هندوستان بود نمیتونه داشته باشه. این که حرف نشد و میبایست به مردم بده، به خصوص که در این جامعه ایران به خاطر سنت، به خاطر اینکه تحول به هر حال نمیتونه یک باره باشه، کسی حرفی نداشت که شاه هم به تا حدودی مداخله داشته باشه، ولی نه به این صورتی که او همه کارا رو میخواد خودش بکنه و از جمله بودجه کشور طبق سلیقه خودش خرج اول آرتش بکنه، بعدم پروژه های بزرگ مطلقا به فکر چیزهای اجتماعی که مردم احتیاج دارن نباشه. ولی خارج از این در مسائل سیاست خارجی هم همچنین مردم میخواستن نظرشون رو بتونن بگن و این کار هیچ ایرادی نداشت. میکنید دکتر علی خانی دوم مرداد 1356 علم نامه‌ای به شاه مینویسه موقعی که در بستر بیماری بوده در سوئیس، در مزمون در فرانسه. از مشکلات داخلی میگه، نارضایی ها، قطع برق و سر به سر گذاشتن بی جهت مردم با مردم، اشاره که گفتن نارضایی ایجاد میکنن برای مردم. بعد تاکید میکنه که اجرای کار به دست این بدبخت ها یا معتمدین یا غفلتکاران نمیشود و باز وقت کشور و شاهنشاه مرا تلف میکنن. این کار یک برنامه و تیم حسابی ولی البته کوچک و موقتی میخواهد تا کار را به سامان برساند. منظور علم کی بوده از این تیم کوچک؟ که علم هویدا رو قبول نداشت و معتقد بود که باید یه آدم های بیان که کارشون رو جدی بگیرن و این هم این اختلافی هم که علم و هویدا داشتن تقریبا از آغاز وزارت دربار علم شروع شده بود و بنابراین او مطلقا چیز قبول نداشت. بعدش هم که دولت عوض شد باز علم نگران بود. این مال کدوم تاریخ بود؟ تاریخ دوم مرداد 1356. 56 موقعی است که دیگه هویدا هم سرکار نبود. 12 روز قبل از اینکه علم استعفا بده. بعد دیگه این تقریبا تمام اون گروه اون زمان با دکتر آموزگار که نخست وزیر بعدی بود چیز خاصی نداشت، ولی در واقع با اون اکیپی که اون 10-15 سال سر کار بودن به اونا ایراد داشت. بله. تلفنی رو از تهران میگیریم. سلام تهران، بفرمایید. سلام آقا. درود بر شما، بفرمایید. آقای فرودی سلام آقا. درود. حالتون خوبه قربان؟ ممنون، بفرمایید. می‌خواستم با آقای دکتر، آقای فلسفی که یکی از به اصطلاح مردم نیست، یعنی 80% بازاریا، یعنی تمام بازاریای تهران مرید ایشان بودن، به ایشان تقریبا 30% 40% این به این انقلاب کمک میکرد. یعنی ایشونی که مشروب و تریاک خورده این واقعا حقیقت داره؟ آقای علم اینو واقعا به صراحت این حقیقت داشته؟ دکتر علی خانی بله حقیقت داشته و ایشان هم
تنها روحانی نبوده که یا به تریاک رو می آورده یا به مشروب. بنابراین جای تعجبی نداره. و ببینید، باید ما عادت بکنیم با واقعیات روبرو بشیم و حقایق رو بپذیریم. به هیچ وجه این اشاره‌ای که علم کرده معنیش نیستش که 99% روحانیون چنین کارهایی رو 100% میتونه آدم اطمینان داشته باشه نمی‌کردن. ولی اگر یکیشون می‌کرده و گفته، این نباید باعث، ممکنه آدم متاسف بشه ولی نمیشه منکرش شد. تلفن دیگری رو از تهران می‌گیریم. سلام تهران، بفرمایید. درود بر آقای فرهودی و مهمان عزیزتان علی نقی عالی خانی. بنده یه سوالی میخواستم از جناب عالی خانی بپرسم. اینم اینه که ایشون تو همه زمینه ها صحبت کردن، من تا دو تا زمینه رو متاسفانه من فکر میکنم که از خاطرشون فراموش شده یا چطور که صحبت نکردن. یکی این که میخواستم در مورد انقلاب سفید که در قلقم اشایر فارس در ایران اتفاق افتاد، یکی دو این مورد صحبت بکنم که چرا اشایر فارس رو قلقم کردن. یکی هم میخواستم بگم که به چه دلیل جناب علم این همه پول و ثروت رو به پای حزب جمهوری خواه آمریکا ریخت و در انتخاب ریچارد نیکسون دوست عزیز خود به ریاست جمهوری ایفای نقش نمود. خیلی ممنون، خداحافظ شما. ممنونیم از شما. در مورد شورشی که در 1341 و 2 در فارس اتفاق افتاد، بیشتر تحریک خود خانها بود، وگرنه که اعضای ایل در این مورد هیچ نظر خاصی نداشتن و چه بسا که همین اصلاحات اجتماعی به مقدار هنگفتی به نفع خود اونها تمام شد. مسئله مهم فقط این بود که تا پیش از این زمان هر بار که این خانها شورش می کردند، خیالشون راحت بود که هر جنایتی هم بکنن سرانجام اونها رو خواهند بخشید، باز برمی گردن سر کارشون و احیانا در تهران هم می تونن خیلی به گمان خودشون با افتخار و تکبر راه برن. علم کاری که کرد به این جریان خاتمه داد. یعنی وقتی که این چند نفر دستگیر کردن که تا شب آخر میخندیدن چون فکر میکردن ممکن نیست اونها رو اعدام بکنن، فقط هم فشار علم بود که اینها میبایست اعدام بشن. و مسئله اشایر برای یک بار و همیشه تموم کرد. و شما در نظر بگیرید که ما پشت سر اون مثلا در منطقه بوی رحمت و ممسنی کارخانه های قند درست کردیم و به تدریج تعدادی از این اشایر تبدیل کردیم به کشاورزایی که بیان اونجا کار کنن یا کارگر کارخونه بشن. و امروز هم شنیدم که مثلا یاسوج که مرکز بوی رحمت هست تبدیل به یه شهری شده و آدمایی که اونجا زندگی میکنن شاید خیلی هاشون تعلق به همون اشایر داشته باشن ولی به کلی اون زندگی رو فراموش کردن. آقای دکتر عالی خانی، آیا از اینکه اموال علم به خصوص در بیرجند چه اتفاقی براشون افتاد اطلاعی در دست هست؟ یک ایمیل داشتیم، میگویند که علم در وصیت‌نامه‌ای که داشته کل اموال خودشان را وقف آستان رضوی نموده، این درسته؟ نه، علم تمام املاکی که خودش در بیرجند داشت به اضافه یک مقداری که او در واقع متولیش بود ولی برای تمام خانواده خرج میشد، اینها رو تمام در اختیار مدرسه عالی امیر شوکت الملک علم که بعداً تبدیل به دانشگاه بیرجند شد گذاشت. بنابراین هدف علم این بود که تمام اینها وقف بشه برای دانشگاه امروز بیرجند. بله. آخرین تلفن رو از تهران میگیریم. سلی تهران، بفرمایید لطفا. درود بر شما. ممنون، بفرمایید قربان. الو، درود بر شما. بفرمایید قربان، ممنون. خدمتتون عرض کنم که جناب علی فرهودی، من یه نکته‌ای رو می‌خواستم خدمتتون عرض کنم، اون این که جناب علی خیلی متأسفانه این تلفن قطع شد. در صفحه 542
میگوید این یادداشت‌ها دیگر تمام می‌شود، زیرا که بدون زیارت شاهنشاه من مطلبی نیست و نخواهد بود که بنویسم، جز آن که بنویسم امروز و فردا حالم چگونه بوده است و یا اخبار دنیا را بنویسم که در روزنامه‌های جهان خواهیم دید. آیا واقعا شاه برای علم ارزش قائل بود بعد از اینکه علم؟ خیلی. اولا شاه واقعا با علم خیلی با صبر و مدارا رفتار کرد، چون علم در شش ماه پایان وزارتش تقریبا هیچ کاری دیگه نمیتونست انجام بده. بله. ولی شاه با همه اینها تحمل میکرد و بعدم متوجه بود که حالش وخیم شده، آنچنان که خب بعد از اینکه این آخرین یادداشت رو نوشته 7-8 ماه بعدش درگذشت. بله. و از 2 ماه بعد از این یا 3 ماه بعد از این دیگه بستری دائم شده بود که نمیتونست تکون بخوره. ولی شاه نهایت محبت نسبت به علم داشت و حتی علم خودش برای من تعریف کرد که یه جایی هست بین راه بیرجند به کرمان، به چیز سیستان، و اونجا او فکر میکنه که آب زیرزمینی اونجا هست و میخواد اونجا چاه بزنه و کشاورزی بکنه. بله. چون خودش مهندس کشاورزی بود. درسته. و شاه گفته بود که اگه خواستی این کارو بکنی من میگم هلیکوپترهای ارتش در اختیارت باشه. منظورم اینه که شاه در نهایت محبت با او رفتار میکرد و نمونهش هم این که وقتی علم درگذشت اعلامیه که وزارت دربار داد اصلا استثنایی بود، هیچ وقت راجع به هیچ کسی همچین اعلامیه‌ای داده نشده بود. دکتر علیخانی از لطفتون خیلی ممنون که در برنامه امشب ما شرکت کردید. کتابی بسیار خواندنیه و توصیه میکنیم برای کسانی که بخواهند از گذشته ایران آگاه بشن. ممنونیم از حضورتون در برنامه امشب. خیلی متشکرم.